سلام و درود خدمت بینندگان مجموعه جوایز پارسی پرشین اوارز با یکی دیگه از میزه گردها در خدمت شما هستیم با موضوع خوشنویسی با خودکار و جایگاه آن در هنر با مهمانان عزیز جناب آقای رضا سعیدی بقا دبیر رسمی آموزش پرورش و هنرجوی دوره فوق ممتاز و تخصصی در زمینه خوشنویسی با خودکار فعالیت دارم و جناب آقای محمد حسین عرفانی تقوایی پیش از یک دوره فعالیت در زمینه خوشنویسی با خودکار و دارای نمره ممتاز آزمون انجمن خوشنویسان و فعال هنری. خیلی خوش آمدین به دو عزیز و موضوع ما هم که خوشنویسی با خودکار و جایگاه آن در هنر. جناب آقای محمد حسین عرفانیان بفرمایید. عرض ادب دارم خدمت همگی بزرگواران و علاقمندان به هنر. عرضم خدمتتون که در رابطه با موضوع من لازم میدونم که یه مقدمه‌ای داشته باشم در رابطه با خط کشورمون که تاریخ خط ایران به عنوان مهمترین تمدن و فرهنگ بشری یه چیزی حدود 525 سال قبل از میلاد مسیح بوده که ایرانیان می نوشتن و بخوام یک مرور خیلی اجمالی داشته باشیم در این رابطه میشه گفتش که تاریخ خوشنویسی یا خط به شکل کلی به دو دسته تقسیم بشه، قبل از اسلام و بعد از اسلام. قبل از اسلام پارسی باستان ایرانیان به خط میخی می نوشتن و بعد در پارسی میانه به خط پهلوی و اوستا نوشتار تحریر می شده و بعد از اسلام دیگه این خطوط از میان میرن و خط کوفی جایگزین میشه، مخصوصا در قرن چهارم که میخوام بهش اشاره کنم خوشنویسی به نام ابو علی محمد ابن علی ابن حسین ابن عبدالله شیرازی، علت این که اسمش عربیه به خاطر سلطه عرب در اون زمان بوده که ایشون وزیر دوره عباسیان بودن و معلب هستن به یا لقب یافته هستن به ابن مغله. ایشون ابداع کننده خطوط متعددی بودن که از جمله میشه به خط نسخ و خط ثلث اشاره کرد و همینطور اصول دوازدهگانه خط رو تدوین کردن که اون اصول از اون دوره تا به امروز همچنان جاری هست و اساتید نسبت به این اصول یه جورایی پایبند هستن و طبق این اصولی که در اون دوره تا به امروز تدوین شده خطوط و آثار تحریر میشه، که بعد نیست یه اشاره به این اصول داشته باشم. این اصول شامل ترکیب هست، نسبت هست، دیگه کرسی هست و عرضم خدمتتون قوت و ضعف هست، سطح و دور هست و همینطور صعود مجاز، نزول مجاز و استواری یا اصول و همینطور شن و صفا و شن هست که این دو صفت آخری اشاره به همون روح کار داره، یعنی آثار خوشنویسی باید حاوی یک روح باشن یا یک حسی رو بتونن انتقال بدن. به قول معروف خط اگر با روح شد جان پرور است، که این اصول همونطور که از اون دوره تا به امروز در استوار هست و مورد توجه قرار گرفته. در قرن بعدی، یعنی یک قرن بعد، در قرن پنجم خوشنویسی دیگری به نام ابن بواب میاد نقطه رو به عنوانش تناسب در حتما میدونین تناسب یکی از معیارهای زیبایی هست. زیبایی از نظر فلاسفه باید حداقل دو تا معیار داشته باشه که یکیش تناسب و دیگری تقارن که در خوشنویسی امروز هم استفاده میشه. بعدها که این خط کلن تکامل پیدا کرد و رو به جلو رفت، در قرن هفتم خط تعلیق شکل میگیره که با
به عنوان اولین خط ایرانی محسوب میشه، خط تعلیق. و ویژگی خط تعلیق این بوده که کلمات و حروف و افعال و هم دیگه یه جورایی وصل میشدن، که مثلا ما یک فعل میخواستیم بنویسیم، این فعل رو با هم مینوشتن، اصطلاحا جدا از هم نمینوشتن، مثلا می آمد و می بلاوه آمد میشد. همچین ویژگی خط تعلیق داشته که بعد با گسترش و تکامل تدریجی خط، نه به مثلا با مسئولیت یک نفر یا فرد خاصی، در قرن بعد که خط رفته رفته تکامل پیدا میکنه، نستعلیق شکل میگیره از تلفیق خط نسخ و تعلیق که در قرن هفتم به وجود اومده بود، یعنی نیمه دو قوم قرن هشتم خط نستعلیق به وجود میاد و خوشنویسی به نام میرعلی تبریزی این خط رو مدونش میکنه، قانونمندش میکنه و بعدها پسرش و خوشنویسی دیگه مثل میرزا جعفر تبریزی و همینطور بعدها در آینده سلطان علی مشهدی، اینا افرادی بودند که خط رو تکامل بخشیدند که در قرن نهم خوشنویس معروف ایران میر عماد که خوشنویسی رو به اوج خودش میرسونه، باعث میشه که این خط شکوفایی پیدا کنه. البته میر عماد در دوران صفوی، در دوران شاه عباس صفوی زندگی میکردن، که اصلا در دوران صفوی هنر به شکل کلی به اوج خودش رسیده بوده و به این ترتیب خط نستعلیق به عنوان مهمترین خط، یعنی دومین خط مهم ایرانیان شکل میگیره و بعدها در آینده در قرن 11 هم خط دیگه اضافه میشه به عنوان شکست نستعلیق که برای تون نوشتن معمولا استفاده میشه، که توسط حاکم هرات در اون زمان مرتضی قلی خان شاملو شکل میگیره که به عنوان سومین خط مسرح ایران محسوب میشه. هدف از این بیان این تاریخچه این هستش که اینو نکته رو عرض کنم خدمت دوستان که نستعلیق ریشه در تاریخ و سنت ما داره و اصولی که از قرن‌های گذشته تا به امروز بر این خط جاری بوده همچنان استوار هست و در کار اعمال میشه و در گذشته نستعلیق رو با قلم می نوشتن و تا به امروز که عصر اوج عصر تکنولوژی هست و انسان در پی فتح منظومه‌های دیگر هست، هنوز قلم جایگاه خودش رو حفظ کرده. پس بنابراین این نقطه قابل تأمل هست، نقش قلم در نستعلیق نقش خیلی مهم و پررنگی هست، ولی نقطه در اینجاست که قلم در بعضی از دانگ‌ها کارایی خودش رو از دست میده، که ما بخشی شما یه نقطه یا با تمام قلم رسم می‌کنین، این نقطه قابل تقسیم بندی هست به شش قسمت، هر قسمت رو یه دانگ میگم. به عبارت دیگه دانگ معیاریه برای سنجش قوت کار، که اگه اجازه بفرمایید توضیح بدم بیشتر. نه یه مقداری اجازه بفرمایید. مرسی، خیلی ممنونم جناب آقای محمد حسین ارفانیان، برای ما مقدمه توضیح دادن و تقسیم کلی برای ما انجام دادن در مورد قبل و بعد اسلام و مختصری توضیح دادن. جناب آقای رضا سعیدی بقا، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم میرشکی عزیز و استاد ارفانیان. خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم. این یک گزیده ای از تاریخ هنر و خصوصا خوشنویسی در ایران رو دونستن یک دید کلی و دقیقی به ما میده درباره این که قرار هست در مورد چه چیزی صحبت کنیم. اساسا همینطور که استاد فرمودند، برای ما در خوشنویسی قبل از اسلام و بعد از اسلام خیلی مهمه، چون تأثیری که اسلام روی خط و خوشنویسی و هر نوع دیگری از هنر در ایران گذشته بی‌نظیره، به طوری که در معماری ما قبل از اسلام با بعد از اسلام
کاملا یک رویکرد متفاوت داره در موسیقی، در ادبیات، در همه هنرها ما همین تغییر رو به صورت شگرفی میتونیم که ببینیم. اما چیزی که فکر میکنم بیشتر امروز به درد ما بخوره در این بحث این هست که با ورود مدرنیته و حضور ابزار چاپ و به قولی کتاب نوشتن با لوازمی که شاید پیش از این 200-300 سال پیش هیچ وقت وجود نداشت، یک تغییر و دگرگونی اساسی توی خوشنویسی به وجود آورد. یک مکتبی به اسم مکتب کلهر به دست مرحوم میرزا رضای کلهر به وجود اومد که یک تغییر بزرگی رو ایجاد کرد که میشه گفت از زمان میرزای کلهر تا به امروز عموم خوشنویس هایی که در ایران به خوشنویسی میپردازن تحت همین شیوه، یعنی شیوه کلهری مینویسن که شیوه نوعی از خوشنویسی هست. اما با ورود ابزارهای جدیدتر و خصوصا کامپیوترها و فونت‌ها، دو اتفاق اساسی و عمده در هنر خوشنویسی ما شکل گرفت. یکی اتفاق بود که نقاشی خط پیش اومد، یعنی گفتن که ما بیایم محتوای ادبی و به قولی مفهوم کلمات از بعد ادبی اونها رو از خوشنویسی خارج کنیم. یک اثر هنری خوشنویسی که به تنهایی خود دارای ارزش باشد، نه از حیث اینکه کلماتی که خوشنویسی شدند دارای ارزش و مفهوم باشه. خب این خیلی مهم بود. بعد از خب این دوره میدونید که مکتب سقاخانه ای پیش اومد و خب استاد پیلارام ها بودند، مافی بود، مرحوم رضای مافی و استاد عزیزمون استاد احسایی که هنوز هم در قید حیات هستند. خب بعد از این نقاشی خط که به وجود اومد و دیدن که چقدر تأثیرش روی بازارهای بین المللی خوشنویسی و برای فرهنگ‌های دیگه چقدر جذابه که یک المان، یک حرکت، یک فرم نقاشی خط که پایه خوشنویسی داره اما مقید به مفهوم کلمات و ادبیات فارسی یا عربی نیست. این شد که یک استارتی زد برای ورود یک سری رشته‌های نو در خوشنویسی که از جمله خوشنویسی با خودکار یکی از اون هست. خیلی هم عالی، متشکرم جناب آقای رضا سعیدی بقا برای ما توضیح دادین و از اینکه چرا از خوشنویسی وارد نقاشی خط و نوشتن با خودکار شدیم به ما مختصری توضیح دادن مراحل و جذابیت اینکه دیگران هم علاقه نشون دادن که علاوه بر اینکه با قلم بنویسی میتونی وارد فضاهای دیگه بشی، با خودکار بنویسی، نقاشی خط باشه و تکنیکایی که روز به روز داره با این هنر بازی میکنه و هر کدوم جذابیت های خودش داره. چرا آقای عرفانیان بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله خواهش میکنم. عرض میکردم خدمت شما که با توجه به این تاریخی که ما داشتیم، قلم مهمترین وسیله برای خوشنویسی محسوب میشه. هرچند که در دوران معاصر رشته‌های دیگه‌ای هم به هنر خوشنویسی اضافه شده است، مثلا نقاشی خط که برای بهتر بیان کردن احساسات و انتقال پیام بهتر هست به مخاطب، ولی در زمینه با خود خوشنویسی امکان این که با خودکار هم خوشنویسی انجام بشه هست، به این دلیل که خود قلم به عقیده بنده در بعضی از دانگ‌ها محدودیت داره برای نوشتار و تحریر متن. قلم در همه دانگ‌ها نمیتونه اونجور که روون و راحت هست باش کار کرد. از اون دانگ‌ها که بخوام تعریف دانگ‌ها که خدمتتون گفتم، از اون دانگ‌ها بخوام نام ببرم، مثلا در دانگ غبار و دانگ خفی کار کردن با قلم راحت و ساده نیست، مخصوصا در دانگ غبار.
چون همون که شما بتونین مرکب رو به اندازه بردارین که بتونین بخواین تحریر رو انجام بدین، این کار خودش مهارت دیگری رو میطلبه. در همچین دانک هایی برای اینکه ما بتونیم بهتر کار کنیم، با توجه به اینکه وسایل دیگه موجود هست که از اونا بهره ببریم، در این دانک ها ما میایم از خودکار استفاده میکنیم. همونطور که مثلا در دانک های خیلی بزرگ، مثلا ما بخوایم در دیوار نویسی داشته باشیم، دیگه قلم کارایی نداره، میایم از قلمو استفاده میکنیم. دیگه قلمو به عنوان ابزار خوشنویسی محسوب نمیشه، به عنوان یک وسیله هست که ما در اون زمان میتونیم ازش استفاده کنیم. ما هیچ وقت نمیتونیم یه قلمو رو مثلا کوچیک‌تر در نظر بگیریم و با قلمو مثلا در دانگ صفحه جعلی به تحریر رو انجام بدیم. چرا؟ چون که وسیله خوشنویسی قلم است و قلم به راحتی میتونه این کار رو انجام بده و ما دیگه وارد اون دانگ‌هایی نمیشیم که قلم کارایی داره. پس قلم برای زمانی هست که شما بخواید رو دیوار در ابعاد خیلی بزرگ و وسیع بنویسیم و خودکار برای این منظور به نظر بنده پا به این عرصه نهاده که میتونه دانگ‌های خیلی ریز رو پوشش بده، مثلا دانگ غبار و دانگ خفی رو پوشش بده. از ویژگی‌های مثلا دانگ کتیبه، اساتی که وقتی میخوان دانگ کتیبه بنویسن، مرکب رقیق هست و دیگه داخل دوات لیغه نمی‌ریزن تا بتونه با حرکت دست کاملا اجرای حرکت میسر باشه در دانگ کتیبه. ولی در دانگ کتابه که از 3/4 میلیمتر تا 1/5 میشه، مرکب غلظت پیدا میکنه و قلم ساختاری سفت و غیر قابل انعطاف پیدا میکنه که تحریر رو امکان پذیر بکنه. با این اشاره شما اگه به خودکار نگاه کنید متوجه میشین که بدنه خودکار نسبت به قلم ساختار محکمتر و سفتری داره و جوهر خودکار نسبت به مرکب چسبناکتر و غلیظتری، یعنی چسبندگی بیشتری داره. پس میشه اینجور برداشت کرد که این وسیله برای تحریر در دانک‌های ریز بیشتر مناسب هست تا دانک‌هایی که قلم در اون کارایی داره. مثلا مثال میزنم، دانک کتابت آثار فاخری از اساتید هم در عصر حاضر و هم در قرون گذشته وجود داره که دیگه کار کردن با خودکار در این دانگ رو به نوعی زیر سوال میبره. خیلی ممنونم جناب آقای محمد حسین ارفانیان که برای ما توضیح دادن در مورد این که یه جاهایی اون قلم قدرت خودشو خیلی کم میتونه نشون بده تو بعضی دانگ‌ها و اونجا هستش که خودکار حرفی برای گفتن داره و مبحث و موضوع ما هم خوشنویسی با خودکار و جایگاه آن در هنر. جناب آقای رضا سعیدی بقا، بفهم. من فکر میکنم که واقعیت اینه که در خوشنویسی با خودکار، همونطور که ما ابتداعاً اگر بخوایم از هر یک از شاخه های هر هنری مثل خوانندگی شروع کنیم، ابتدا باید سولفژ رو کار کنیم. یعنی پایه و اساس خوشنویسی با خودکار بر اساس خوشنویسی با قلم. این رو کسی شک نداره، چون خوشنویسی با قلمه که سالهای خیلی طولانی در موردش فکر شده، در موردش اندیشه شده و به قولی با حساب و کتاب انجام شده و یه نوعی میشه گفت یک میراث فرهنگیه که از گذشتگان به ما رسیده. اما یک سری مشکلات داره و یک سری محاسن هم داره. برای مثال از محاسن خوشنویسی با قلم براتون بگم، این هست که ما مرکب‌هایی داریم که میتونه چند هزار سال دوام بیاره. شما قطعه حمد میر عماد رو اگر ببینید، فوق‌العاده هنوز شفاف، تازه، انگار که همین دیروز نوشته شده باشه، اما شاید هنوز مشخص نیست که ما با جوهرهای خودکار همین ماندگاری رو میتونیم به اثبات برسونیم که داره. این هنوز جای تحقیق و پژوهش داره. یا کاغذهایی که ما برای خوشنویسی با خودکار استفاده میکنیم، در بعضی از زمینه‌ها میشه گفت که کاغذهایی هستن که بیشتر از 100 سال هیچ وقت دوام نمیارن.
خب این خودش یک ضعف بزرگ میتونه باشه برای خوشنویسی با خودکار. در مقابل خودکار و خوشنویسی کردن با خودکار مزایایی داره برای یک هنرمند و برای یک خریدار اثر هنری که شاید در قلم پیدا نباشه. از جمله چیزهایی که من به ذهنم میرسه درباره این که خب خودکار چه ویژگی های مثبتی میتونه داشته باشه، یکی این که ما اصلا بهش فکر نمی کنیم. تراشیدن قلم خوشنویسی یکی از فنی ترین، پیچیده ترین و شاید مشکل ترین کارهایی هست که توی خوشنویسی انجام میشه. سالهای خیلی زیاد احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به علم و آموزش داره و احتیاج به تمرین داره که فقط شما بتونید قلم خوشنویسی رو بتونید که بتراشید. حالا در کنار اینها مرکب ساختن خودش یک فن بسیار پیچیده است، در کنار اینها خود قلم تراش سازی یک فن فوق‌العاده مشکل، پر زحمت و به قولی پر درد سره. به کنار، من یه دوره‌ای هم درباره آهارسازی کاغذهای خوشنویسی کار کردم. میدونید که کاغذهای خوشنویسی یک لایه براق از مواد طبیعی دارن روشون که باعث میشه که سالهای خیلی طولانی بتونن که مقاومت کنن در برابر سرما و گرما، در برابر رطوبتی که در محیط عادی وجود داره، در برابر اینها بتونن که خودشون رو نگه دارن. این مواد طبیعی رو بهش آهار میگن. خب شما ببینید فقط ساختن یک کاغذ مناسب برای خوشنویسی با قلم یک کاری که شاید توی ایران محدود کسایی از دستشون بر بیاد. خب این خودش یه مشکل خیلی بزرگ میتونه باشه. حالا در کنارش استاد عرفانیان هم اشاره کردن، برداشتن مرکب خودش یه فن خیلی دقیقه که دیگه اینها رو ما توی خوشنویسی با خودکار کاملا حذف کردیم. دیگه احتیاجی به یاد گرفتن چگونگی تراشیدن قلم، چگونگی به قولی ترکیب مرکب، چگونگی رقیق سازی مرکب، احتیاجی به آگاهی نداریم که حالا من قلمم رو چطور حرکت بدم روی خودکار. اینها تا حد خیلی زیادی کم شده، ولی باز نواقصی داره که حالا در طی بحث بهش اشاره میکنیم. سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای سعیدی فقا که اشاره کردن که پایه و اساس خوشنویسی همون قلمیه که از گذشتگان ما بوده و تجربه و فکر و خلاقیت و هر آن چیزی که ما امروزه داریم و مدیون باز این قلمی هستیم که روش کار شده و یه جورایی بیست هستن و اشاره به یه سری معایب و محاسن قلم کردن و خودکار. که دو تا نکته گفتید که خودکار حسنی که داره اون تراش رو نداره و اون اندازهی که حالا درگیر مرکب برداشتنش. خیلی ممنونم جناب آقای محمد حسین عرفانیان، بفرمایید. بله البته که همینطوری هست که جناب استاد فرمودن، ولی خب از اون طرف هم خودکار با خودکار نوشتن یه جور به نوعی محدودیت هایی داره که با قلم نوشتن اون محدودیت ها نداره و از اون موارد میشه به نوک ساچمه اشاره کرد که کروی شکل، در صورتی که سطح مقطع قلم قطع میخوره و طوری هست که قوت ها و ضخامت ها رو به راحتی میتونه ما با قلم اجرا کنیم، ولی با خودکار به اون راحتی که قلم تحریر میکنه ما نمیتونیم تحریر رو داشته باشیم. به شکل کلی با خودکار نوشتن به نوعی نسلیق و با خودکار نوشتن سخت‌تر محسوب میشه، چون اصلا وسیله خوشنویسی قلم هست و برای این منظور ساخته شده و در طی این توالی این قرونی که گذشته همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده. پس بنابراین تغییر بنده خودکار زمانی بیشتر کارایی داره که از کارایی قلم کاسته بشه، یعنی به نوعی با نوشتن با قلم مشکل باشه یا خیلی محدود، و اونجا ما از خودکار استفاده میکنیم. مثلا در دانگ خفی که دانگی هست که حداکثر ضخامت بین نیم تا 3/4 میلیمتر هست،
نوشتار با خودکار راحت تره به نظر من تا با قلم، و ما در این دایی میتونیم از این وسیله بهره‌مند بشیم. و همونطور که حتما دوستان میدونن قالب های نستعلیق متعدد هست، میتونیم به قالب چریپا، دیگه ترکیب، ست نویسی، دو ست نویسی، کتابت، قالب در و سیامش اشاره کنیم. در قالب مرکب چند تا قالب و میان با هم دیگه در یک کار میارن که به نظر من در همچین قالبی بتونیم ما کارهای قلمی و خودکاری رو کنار هم بذاریم، یک کار قابل تر به رسم میاد نتیجه اون کار، از این حیث که مثلا عنوانش عنوان اون مطلب ترکیب باشه و بعد متن حالا به حال هست. دو طرف شما میتونیم با خودکار ست نویسی در دانگ قبار یا خطی انجام بدیم. این همچین کاری به نظر من خیلی میتونه جالب ترجمه باشه، جدا از اینکه عمر این آثار تا چقدر ممکنه که دوام پیدا کنه از نظر گذشت سال، مثلا خط خودکاری تا چقدر میتونه دوام پیدا کنه. مسلما خطی که با قلم طراحی شده عمر بیشتری خواهد داشت، ولی در اون حدی که عمر ما کفاف میکنه به نظر من اون اثر خیلی جذابتر هست، یعنی تا اثری که صرفا با خودکار طراحی شده باشه یا صرفا با قلم طراحی شده باشه. سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای ارفانیان که اشاره کردین به خط نستعلیق و سختی آن با نوشتن با خودکار، و بازم یه جاهایی از معایب و محاسن این دو قلم بزرگوار برامون گفتین. و اینکه جناب آقای ارفانیان بفرمایید. بله، جناب استاد اشاره فرمودن میشه هنر خوشنویسی رو با هنر موسیقی هم مقایسه کرد و وجوه مشترکی با همدیگه دارن. همونطور که قبلا اشاره کردم اصولا زمینه‌های هنری نقاط مشترکی با همدیگه دارن و به نوعی همپوشونی با همدیگه دارن یا همدیگر پوشش میدن. که بخوایم در این رابطه خوشنویسی رو با موسیقی ما یه مقایسه ای داشته باشیم، هر دو از تخیلات و تفکرات هنرمند نشأت میگیرن که میخواد با مخاطب خودش به نوعی ارتباط برقرار کنه و یک مفهوم و یک پیامی رو در قالب حالا یک قطعه موسیقی یا یک قطعه خوشنویسی انتقال بده. فقط نکته در رابطه با خوشنویسی اینجاست که اون پیامی که قرار هست هنرمند انتقال بده صرفاً وابسته به مفهوم جمله نیست، و مفهوم جمله هرچند که تاثیرگذار هست ولی صرف مفهوم رسوندن اون مفهوم جمله ملاک واقع نمیشه. یعنی باید شما وقتی یک اثر خوشنویسی رو از نزدیک ملاحظه میفرمایید اون معنای جمله رو ازش جدا کنید و به خود اثر دقت داشته باشین. شاید یک مفهوم ضمنی در کنار همچیدن کلمات و انتخاب کشیده در اون اثر باشه که پیام دیگری رو داره انتقال میده که اون پیام از احساس هنرمند نشأت گرفته. من بخوام خوشنویسی رو با نقاشی یه مقایسه خیلی کوتاه داشته باشم، میتونم این نکته اشاره کنم که در هنر خوشنویسی یادگیری نوشتن و اصول خط به نوعی ساده تر هست نسبت به یادگیری اصول طراحی و ترکیب رنگ در نقاشی، ولی از اون طرف ابراز بیان، یعنی بیان سخن یا ارتباط برقرار کردن با موسیقی راحت تره، ولی در خوشنویسی کار سختری هست چون که مفهوم تاثیرگذار هست. میتونم بهش اشاره داشته باشم. خیلی ممنونم، متشکرم، برامون توضیح دادین از خوشنویسی و نقاشی و بیان احساسات و سختی و راحتی این موضوعات. جناب آقای رضای سعیدی بقا بفرمایید. من همیشه برای بیان این که خوشنویسی با خودکار چه جایگاهی توی هنر میتونه داشته باشه
همیشه مثال موسیقی خودمون رو میزنم که چطور موسیقی ما با اینکه خب بزرگانی مثل استاد شجریان، مثل استاد بنان توی اون کار میکنن و موسیقی سنتی ما غنی و پر از به قولی حسهای فوق‌العاده ناب و زیبا هست، اما اکثر جوانهای ما، کسایی که تازه میخوان موسیقی بشنون، راغب هستن که موسیقی پاپ رو گوش بدن، چون گوش دادنش آسان‌تره، خیلی احتیاج نیست که ما به خودمون سختی بدیم تا نوت‌های زیر و بم این کارها رو بشنویم و به قولی همه پسند تر هست. توی خوشنویسی با خودکار هم همینه واقعیت. اگر ما امروزه به جاهایی که آموزش میدن خوشنویسی رو مثل انجمن خوشنویسان یک سری بزنیم، من فکر میکنم که شاید 60 یا 70% هنرجوها دیگه دنبال این هستن که خط خودکاری یاد بگیرن. چون چرا؟ چون خیلی راحت تر میشه یادش گرفت، طول دوره آموزشش کوتاه تره و اون حس نو و مدرنی که ما در خط خودکاری داریم در خط دیگه متاسفانه وجود نداره یا به خاطر خیلی کم شده. خط خودکاری از این جهت میتونه با ارزش باشه که یک ترجمان دقیق و نعل به نعل از خط سنتی ما و خوشنویسی کلاسیک ایران باشه. فقط در این صورت میتونه که حاوی یک اثر ارزش هنری باشه، یعنی اون کار رو که وقتی کسی میبینه بگه بله این از نظر هنری هم دارای ارزش و جایگاه هست. در غیر این صورت خیلی کار مشکل میشه، چرا که دیگه ارزشی نخواهد داشت که ما یک دوره شاید فکر میکنم 700 ساله یا بیش از اون رو که ما روی خوشنویسی و فرم قلم اصلا انواع ابزارها مطالعه و شناخت پیدا کردیم، این رو بیایم کنار بگذاریم و از نو یه خط تازه با یه اصول تازه و اسلوب تازه بخوایم از خودمون شاید در بیاریم، اینا خیلی به مزاق بنده خوش نمیاد. چرا که میبینم امروز هم توی خط خودکاری هستن کسانی که ظرافت هاشون در حد فوق العاده ظریفه، اما ضخامت ها خیلی ضخیم است، بیش از حد ضخیم شده و این عدم توازن بین ضخامت ها و ظرافت ها و اندازه کلمات به قول یک خط بدون ریشه رو داره در میاره در دل تاریخ، که اینها ماندگار نخواهند بود چون پشتوانه به قولی زیبایی شناسانه ندارن. زیبایی شناسی از دو روش به دست میاد، یا اینه که ما بشینیم آثاری که در زمینه زیبایی شناسی به وجود اومده، کتاب‌های مختلف، مجله‌های مختلف، اینا رو بریم مطالعه کنیم. یکی هم روشی هست که قبل از ما پدران ما در حالا منطقه‌های اسلامی، نه خصوصا ایران، نخواسته ایران، اومدن در مورد اینکه زیبایی چیست فکر کردن و اصول اولیه بر اساس اون رضایت قلبی هنرمند از یک کلمه به وجود اومده و کم کم این به قدری به قولی کامل شده تا به امروز ما رسیده. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خواستم بپرسم که شاید اینکه اشاره کردین که امروز بیشتر مشتاق یادگیری با خودکارن، شاید به خاطر این کم بودن وسایل و راحت بودنش نیست، شاید مثلا یه خودکار رو کاغذ توی کیفت میذاری دیگه درگیر خرید مرکب و جنسیت مرکب و همون تراش قلم، و شاید یه بودش این باشه ممکنه، یعنی یه چیزی همیشه همراهت، هم راحت میتونی توی این فرصتی کمی که خیلی‌ها دارن بتونی تو مسیرم همه جا باهات باشه تمرین کنی، میتونی شاید یکی از این قصه ها این باشه فکر میکنم، حالا شما ها بهتر میدونید کارشناسی کنید. اگر پاسخی دارین آقای سعیدی بقا به شما برگردیم، وگرنه بریم خدمت استاد. خب جناب آقای محمد حسین عرفانیان بفرمایید.
بله، در رابطه با سوال حضرت عالی، یکی از دلایل این که استقبال در زمینه با خوشنویسی با خودکار بیشتر هست، یکی از دلایل اینه که خودکار در دسترس‌تر هست، بیشتر نوشتار با خودکار تداول متداول هست در روزمرگی ما. مثلا بخوایم یه فرمی رو فرم کنیم، اون فرم رو معمولا با خودکار فرم میکنن دیگه، قلم کنیم. بیشتر در کارهای آثار هنری بیشتر اونجا دیده میشه و خط خوش داشتن میتونه تاثیر زیادی روی ارتباطات اجتماعی بذاره. تصور بفرمایید یه خط، یک فرمی رو خیلی زیبا پر کنید، روی مخاطب شما خیلی تاثیرگذار هست، در صورتی که امکان این که شما در اون مکان بخواید از قلم استفاده کنید نیست. و قلم یه سری محدودیت ها هم از این حیث داره و علاوه بر اون به نوعی آموزش با قلم همونطوری که جناب استاد اشاره فرمودن طولانی تر هست، نیاز به زمان و وقت بیشتری رو میطلبه و آزمون های بیشتری رو اساتید برای کار با قلم در نظر میگیرن و به نوعی شاید برای هنردوستانی که برای اولین بار پا به این عرصه میذارن وجود این همه اصول و نکات چه در تحریر، چه در تلاش و چه در مرکب برداری کمی مشکل تر به ظاهر باشه و رو میارن به خودکار، برای اینکه تجربه کار با خودکار رو از قبل داشتن و فکر میکنن که کار با خودکار راحت تر هست، در صورتی که در عمل اینجور نیست، کار با خودکار سخت تره، چون که اصلا خودکار نوک ساچمش کرویه و خیلی غلطانه و شما بخواییم بنویسیم باهاش باید دست خیلی قوی داشته باشیم که این دست قوی در طول گذر زمان بر اثر تمرین و ممارست حاصل میشه و هنرجوهای مبتدی و یا در دوره تکمیلی معمولا این قدرت دست رو ندارد و کاراشون همه بزرگ نویسی داره و ایرادات متعددی داره، در صورتی که اگه با قلم بخوان کار کنن اگرچه در ابتدا آشنا نیستن ولی به مرور میتونن به زبون ساده قلق قلم رو یاد بگیرن و آثار قابل توجه تری رو از خودشون بر جایی بذارن. به نظر بنده کار با خودکار سخت‌تر هست و اکثر دوستانی هم که در این زمینه کار میکنن کاراشون ایراد داره، یعنی وارد دانگ کتابت میشن و دانگ کتابت شما برای اینکه بتونید قوت رو اجرا کنید مجبور هستی که روی سطح کاغذ فشار اعمال کنید و این فشار فشاری نیست که یک جانبه باشه از سمت شما به سمت کاغذ، بر طبق قوانین فیزیک شما به هر جسمی نیرو وارد کنین آن جسم به همون میزان نیرو به شما برمیگرد، پس این فشاری که شما رو کاغذ میارین به سمت عضلات انگشتان و دست شما هم سرایت میکنه و میتونه دردهای عضلانی رو مسبب بشه که بعد یه مدت شما مثلا نوشتن رو بذارین کنار. علتش اینه که کار شما بزرگ نویسی داره، یعنی شما وارد دانگی شدین که با قلم به سادگی میشود نوشت، شما میخواین با خودکار اون کار رو انجام بدین، در نتیجه قوت کار رو مجبور هستین با فشار ایجاد کنین، که هرچند که اگر بعضی دوستان آداپته شده باشن با این فشار در کار ولی خودکار و کاغذ همچین آداپتری یا سازگاری رو نمیتونه به دست بیاره. نوک خودکار شما به اثر فشارهای متعدد و مستمری که روی کار میارین کم کم جوهر پس میده و شما هیچ وقت نمیتونید رو کاغذهایی که گران قیمت‌تر هستن مثل کاغذ گلاسه تحریر رو انجام بدین، چون فشار که رو کاغذ گلاسه بیارین کاغذ سوراخ میشه. پس بنابراین نوشت ساده تر هست، علارغم این که نگاهی که به خود کار میشه در این رابطه نگاه آشناتری هست، به خاطر اینکه هنردوست قبلا با خودکار کار کرده و قلم یک پیشینه قدیمی با خودش داره که برمیگرده به سنت و قرنهایی که گذشته، یعنی در عصر حاضر شاید رغبت برای اینکه با قلم کار بشه کمتر باشه به خاطر پیشرفت تکنولوژی و ترجیح بر این هست که از لوازم تحریری که در دسترس هست استفاده بشه. این میتونه یکی از دلایل این موضوع بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما در مجموعه جوایز فارسی هستیم با یکی دیگه از میزگردها با موضوع خوشنویسی با خودکار و جایگاه آن. جناب آقای رضا سعیدی بقا، برای جمع‌بندی در خدمت شما هستیم. به نظر میرسه که خودکار یک وسیله بسیار مناسبی هست که خیلی از مشکلات و اشکالاتی که استفاده از قلم‌های مرسوم در خوشنویسی داره رو داره حل میکنه. اما به دقت، حالا چیز زیادی مشخصی، شاید حدود 20 ساله که به این شیوه خوشنویسی با خودکار هست و دارم در موردش طبع آزمایی میکنن، هنرمندای مختلف در موردش کار میکنن و هنوز به دقت و به قاطعیت نمیشه گفت که این سیر به کجا خواهد رسید. اما چیزی که مطمئنن وجود داره این هست که خوشنویسی با خودکار اگر این سه تا آفتی که میگم رو دوچار نشه، میتونه یکی از این شاخه هایی باشه که اولش قبولش نداشتن، مثل خط نقاشی خط، بعدن دیدن که خیلی خیلی محاسن و چیزای خوبی هم داره که قابل پذیرش هست. از جمله اینها یکی این هست که ما مدرسینمون مورد تأیید هیچ ارگانی نیستند. من این رو در انجمن خوشنویسان خیلی صحبت کردم در موردش و شاید یا اینکه انجمن بیاد و برای خوشنویسی با خودکار یک سری دوره های پیشرفته برگزار کنه و آزمون های پیشرفته بگیره به شکلی که دیگه به این صورتی که امروزه راحت میگیرن در زمینه خط خودکاری نباشه. به قول یک مدرس تحویل بدم که آشنا باشه با تکنیک های خط خودکاری، که این وضعیت بلبشویی که امروز توی خط خودکاری میبینیم که هر هنرجویی که وارد خوشنویسی میشه شاید بعد از گذشت 3 ماه یا 4 ماه میتونه ادعا کنه که من مدرس این رشته هنری هستم و پیج بزنه و فعالیت کنه و چقدر ذوقهایی که میاد به این سمت و با شاید استاد نماهایی که به قولی امروز دارن فعالیت میکنن به ذوقشون آسیب میرسه و میبینن که خب به جایی نمیرسن و وارد یک رشته هنری دیگه میشن. یکی این خیلی فکر میکنم آسیب جدی هست که یک به قولی پایش دقیق و اصولی اتفاق بیفته برای سنجش صلاحیت اینکه چه کسی توانایی تدریس خوشنویسی داره. این خیلی مهمه. یکی این که خود خوشنویس ها هم بیان با همدیگه صحبت کنیم و گفتگو و گفتمان در این زمینه صورت بگیره. من با خیلی از استادانی که چه در شورای عالی انجمن هستن، چه از استادان برجسته کشور هستن، وقت درباره خوشنویسی با خودکار صحبت میکنم ابتدا نظرشون خیلی منفیه، ولی خب وقتی نمونه کارهای بهشون نشون میدم، میگم استاد این به فرض خط استاد غلام حسین امیرخانی هست، یه سطر، من هم یک سطری رو مشابه همین ایشون اجرا کردم، با تغییر تناسب نسبت ها به هم نمیریزه، یعنی اندازه کلمات وقت درست میشه نسبت کلمه ها به هم نمیریزه، یعنی به همون اندازه به قولی دقیق و اصولی تا حدی اجرا شده که البته ما خودمون رو هم در سطح هنرجویی میدونیم، اما از این حیث که خودکار توانایی داره بیشتر استادانی که با قلم کار کردن از این موضوع مطلع نیستن. این موضوع دومی هست که فکر میکنم خیلی باید روش کار بشه و این گفتگوها خیلی لازمه برای خوشنویسی با خودکار. و مورد سوم، تا به امروز که ما کار کردیم میتونم بگم با یک سری ابزارها و وسایلی که تا شاید 3 سال پیش وجود نداشته، خودکارهایی که خیلی مناسبتر هستن برای خط خودکاری، زیر دستی هایی که زیر کاغذی که برای خوشنویسی استفاده میشه قرار میگیرن و به قولی تکنیک هایی که تا 3-4 سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت، تازه پیدا شده. اینها هم اگر فراگیر باشه
و آموزش ها صحیح باشه، میتونه که مسیر خوشنویسی و اقبال عمومی که به این هنر شده رو خیلی بیشتر شکوفا کنه. در غیر این صورت شاید هیچ وقت امیدی به خود خط خودکاری نباشه. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. جناب آقای محمد حسین ارفانیان، برای پایان جنبندی بفرمایید. بله، من هم ضمن تصدیق فرمایش استاد سعید وقا به این نکته دوباره اشاره می کنم که دانگ نوشتن با خودکار دانگ ریز و در واقع خفی و غبار هست که عزیزان باید توجه خودشون رو به این دانگ ها معطوف کنن، نه دانگ کتابت. و متاسفانه اساتید زیادی در فضای مجازی تدریس میکنن که خطاشون اونجور که باید مورد توجه قرار نمیگیره. از دید مخاطبی رو میگن که توجهش نامتمرکز هست و اون علم لازم رو در زمینه با اون هنر نداره و این مخاطب خاص به شکل حرفمند به اون اثر نگاه میکنه. و بیشتر دوستان از این نظر در پی جلب نظر مخاطب عام هستند تا مخاطب خاص، و همین هست که سبب میشه که نظر اساتید انجمن در رابطه با خط خودکاری هم همچین بگینگی خورده چندان مساعد نباشه و اگر توجه بشه به اون ساختارها و روش درست خودکار به وسیله خودکار در کنه، پس نتیجتا اون قسمتی که قلم کارایی خودش رو به خوبی ایفا میکنه و نوشتن با قلم آسان‌تر هست دیگه، اون در اون زمینه خودکار جایگاهی نداره و در دانگ‌هایی که قلم همانند دانگ‌هایی که قلم کارایی نداره در دانگ‌های خیلی بزرگ و ما از قلمو استفاده می‌کنیم در اون زمینه ابزار خوشنویسی نیست، ولی به کمک هنرمند میاد برای اینکه این هنر رو گسترش بده. خب در رابطه با خودکارم همین مثال هست که در بند دانگ های ریز و خفی کارای قلم کاسته میشه، همونطور که اشاره کردم در دانگ غبار نویسی اصلا خود مرکب برداری مهارت دیگه ای تلقی میشه که ما میتونیم از خودکار استفاده کنیم. من خودم از با خودکار 1.6 بیک 1.6 در دانگ غبار تجربه داشتم که اگه دوستان بخوان در این کار وارد بشن و این تجربیاتی که من در این مورد داشتم و تجربه کنم، پیشنهاد من این هست که موقع نوشتن با خودکار، خودکار از سطح کاغذ بر نداره، دست نکنن در دانگ غبار یک ضرب بنویسن، ولی در دانگ خفی نه، میشه خودکار رو برداشت و دوباره روی سطح کاغذ گذاشت. نکته در این دانگ ها این هست که شما فقط یک بار فرصت نوشتن دارید و اگه ایرادی در خط باشه دیگه امکان تصحیحش وجود نداره. به امید این که جایی که هست بیشتر باشه و گسترش بیشتری پیدا کنه و اساتید محترم انجمن هم نسبت به خط خودکاری دیگه استقبال بیشتری رو نشون بدن و نگاه ها تغییر پیدا کنه و ما شاید پیشرفت این رشته در هنر خوشنویسی باشیم. خیلی متشکرم جناب آقای ارفانیان. اگر دو بزرگوار صحبتی داریم که از قلم افتاده بفرمایید، وگرنه ما برنامه رو جمعش کنم. البته با اجازه، فکر میکنم که توی این سالهای گذشته ما شاید اگر 10 پیش به شروع کننده های این رشته، شاید 7-8 پیش کسی میگفت که شاید در مشهد 20 یا 30 از خوشنویس هایی که با خط خودکار دارن کار میکنن یک نمایشگاه خیلی فاخر در خود با استقبال خیلی مناسب و با اون معیارهایی که حالا برای یک نمایشگاه خوب در نظر میگیرن، از نظر کیفیت ارائه، از نظر استقبال عمومی و آثار خیلی درخشانی که توی این نمایشگاه من دیدم، اگر به کسی میگفتین همچین اتفاقی میفته شاید
جز خنده، یک لبخند ملیح چیزی تحویل شما نمیداد. اما امروز میبینیم که یک همچین اتفاقی افتاده و هم ابزارها مدرن تر شده، هم امکانات بهتر شده، هم سرویس های به قولی ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی این امکان رو فراهم کرده که خوشنویس ها با تجربه های همدیگه آشنا بشن. من از مثلا از مشهد زیر دستی سفارش میدم، یکی از من خودکار سفارش میده، یعنی از همدیگه وسایل میگیریم، از تجربیات همدیگه استفاده میکنیم. خب این خیلی تأثیر گذاره و میشه گفت یک آینده روشن در انتظار خط خودکاری هم خواهد بود انشاءالله. متشکرم، سپاسگزارم. شما صحبتی دارین آقای ارفانی؟ نه، من تشکر میکنم از شما و همینطور دوست عزیزمون جناب استاد سعیدی بقا و همینطور بینندگان گرامی که این بحث رو تا اینجا دنبال کرد. متشکرم. خیلی ممنونم از حضور جناب آقای رضا سعیدی بقا و جناب محمد حسین ارفانیان که دو بزرگوار به صورت تخصصی در زمینه خوشنویسی با خودکار فعالیت دارن و میزه گردی با این دو عزیزان داشتیم در مورد خوشنویسی با خودکار و جایگاه آن در هنر که اشاراتی کردن از معایب و محاسن خودکار در کنار قلم و همینطور از یک سری آفتها برای ما گفتن که دغدغه چندین سالشون بوده که به صورت تخصصی تو این زمینه کار کردن و برای ماندگاری و اصولی بودن این هنر در کنار هنر قلم که گذشته بسیار قدیمی تر داره دنبال راه‌هایی گشتن و می‌گردن و هستن که بتونن به نسل‌های بعدی درست و اصولی آموزش بدن. سپاسگزار هر دوی شما عزیزان هستم و بینندگان و شما عزیزان را تا برنامه دیگر و میزگرد دیگر و خداوند.